Bu arzı salam ve səmimiyyəti beyandoza xidməti şimo binəndi əzizi şəbəkəyə varziş. Nəşri navbəti barnoməyi tiloti haftaya varziş ro boşarhi mühim tərin rüydodu çora binihoy haftaya varzişi kişvar manzuratun megardonim. Dar studiya boşumu hastan man Faridun Safarzoda. Pas biyoyed nigerim ki haftaya sifarişura dar hayoti varzişi kişvar çi navgoniho va çi natijaho az xod boqi guzosht. Mutavajjeh boşed basarxati xabarho. مسابقه جمهوریوی جودو میانی کلانسالان بهترین جودوکارانی کشور را به مسافی هم آورد. مبارزه 35 دسته والیبال کسبی و غیر کسبی میانی بانوان برای دریافت جام رئیسی شهری دوشنبه. بیش از 347 نورس برای نشانهای جام تلویزیونی ورزش اید به جودو نیروسنجی کردند. آغاز مسابقه های ورزشی در ناحیه مسجاه بخشیده به جشن نوروزی فرخنده پی. پهلوانان شهر دوشنبه برای راه یافتن به مسابقه بین المللی گوشتینگیری میانی هم دست به گریبان شدند. فستیوال فوتبال دخترانه بیش از 100 نفر را به هم آورد. تماشابینان عزیز، هفته ورزشی کشور را از مسابقه جمهوریوی جودو میانی کلانسالان که دوام دو روز از روی هفت وزن در قصر تنیس شهر دوشنبه گذرانده شد، شروع میکنیم. این اولین مسابقه جمهوریوی جودو میانی کلانسالان در موسم سال 2022 از طرف فدراسیون جودو مملکت محسوب میشود. بیایید به نتیجه مسابقه امروزه توجه میکنیم. 12-13 مارت قصر تنیس شهر دوشنبه دوام دو روز میزبانی مسابقه جمهوریوی جودو میانی کلانسالان گردید. شرکتی همه جودوکارانی ورزیده کشور و شماره زیادی هواداران این رشته ورزش مسابقه جمهوریوی را با سم جالب و تماشاباب گردانیده بود. 186 جودوچی از روی هفت وزن دوام دو روز غالبان را مشخص کردند. در روز اولی مسابقه 160 جودوکار میانی هم در وزنهای 60, 66 و 73 کیلوگرم سبقت کردند. زیر وزنی تا 60 کیلوگرم میانی 30 جودوچی همه زینه های افتخاری را جودوبردانی شهر دوشنبه صاحب شدند. محمد صالح قوتوف در دور نهایی مهرزاد صوفیف را شکست داده نشان طلا را به دست آورد. بایدیبه که امیرشاه و محمد رضا قوتوف میسر شد که نشان های برنجی را صاحب شوند. در وزن تا 66 کیلوگرم نورعلی امامعلی همتا نداشت و با شکست دادن حریف سرسختش فیروز ملیبایزاده برنده نشان طلا گردید. بهرام صوفیف از دسته خطلان و فرخ حلیموف از تیم دوشنبه با نشان های برنجی مسابقه اکتفا کردند. میانی 39 جودوکاری که زیر وزن 73 کیلوگرم هنرنمایی کردند، زینه های افتخاری را دوشنبگی ها به کسی ندادند. محمد نجم الدینوف، نوروزی کریمزاد، صبحالدین خلیلزاده و محمد سراجبوف متناسبان مدال های فخری را به دست آوردند. در روز دویمی مسابقه 80 جودوکار نامنویس شده بودند و از روی 4 کتگوری وزنی نیروسنجی کردند. زیر وزن تا 81 کیلوگرم که شادمان ریزویف یک از مدعیان اساسی محسوب میشد در دور نهایی از محمد جان عبدالجلیل شکست خورد و نشان نقره را صاحب شد. ایرج عبداللهف از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با حیدر سید اکبرزاده از دوشنبه مدال های برنجی را به گردن آویختند. در وزن تا 90 کیلو حق نظر نظروف جودوکار حصاری از نبودن کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف استفاده برده نشان طلا را به دست آورد. با کرامت الله حکیموف، خسرو علاموف و سنت الله لایق امکان دست داد که نشانه نقره و برنجی را صاحب شوند. زیر وزن تا 100 کیلوگرم چون هر وقت منصور رحمان به کسی امکان نداد و نشانه طلا را صاحب شد. او در دور نهایی اسرائیل رحیموف را از سری راه دور کرد. ابوبکر اکبر و امام رضا انورزاده متناسبان نشانه برنجی را مالی خویش کردند. در وزن جمعی 100 کیلوگرم چون همیشگی تیمور رحیموف جودوکار نامور کشور با آسانی حریفان را از سری راه دور کرده تا به دور نهایی آمد. جودوکار شهری دوشنبه عادل سفروف در این دور با تیمور رحیموف خوب استودگری کرد و سبقت تا دقیقه های طلایی طول کشید. تیمور در لحظه های آخر سبقت از خستگی عادل استفاده برده با اصول ایپان زفر یافت و نشان طلا را به دست آورد. ابراهیم المرادوف و سهراب جان محمدیف با نشان های برنجی مسابقه اکتفا کردند. جرایانی همه رقابت ها را دوامی دو روز مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش تاریخی استودیوی سیار خش و طوری مستقیم منظوری تماشا بینان گردانید.
Давоми чанд соли охир дар шаҳри Душанбе барои муаррифии гӯштини миллӣ ва ҷаҳониён мусобиқаҳои байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт бо иштироки паҳлавонони минтақа гузаронида мешавад. Ҳафтаи сипаришуда 105 паҳлавони шаҳри Душанбе дар мусобиқаи интихобӣ барои роҳхати ин чорабинии бонуфуз миёни ҳам қувва озмоӣ карданд. Ба фикри шумо киҳо роҳхати ин мусобиқаро ба даст оварда бошанд? Посухи ин суол дар идомаи барнома. امسال مراتبه 3 روزهای 20 و 21 مارت مؤسسه دولتی نوروزگاه شهری دوشنبه میزبانی مسابقه بین المللی گوشتین ملی گوشتینگیری برای دریافت جام پایتخت 2022 میگردد. هفته سپری شده برای معین نمودن هیئت منتخبی دسته های دوشنبه 1 و دوشنبه 2 با این مسابقه با نفوذ از روی 5 وزن میانی مردان و 3 وزن میانی بانوان گوشتینگیران میانی هم در تالار مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارتش عالی پایتخت دست به گریبان شدند. مرحله مقدماتی مسابقه میانی بهترین ورزشکاران شهر دوشنبه به صورت جالب و شدید صورت گرفت، زیرا هر کدام گوشتینگر میخواست رقیبش را سرافکنده کرده و مرحله نهایی مسابقه راه یابد. از 105 گوشتینگری که برای راه یافتن مرحله نهایی مسابقه میانی هم سبقت کردند، از روی هر وزن دو نفری پس از ظفر یافتن مقابل رقیبانشان راحت مسابقه بین المللی گوشتینگری را به دست آوردند. پس از فرجام رقابت ها میانی مردان زیر وزن تا 60 کیلوگرم مهرزاد صوفیوف، حقداد گولوف زیر وزنی تا 70 کیلو، محمد رحیم سرخانوف، مسعود احمدزاد زیر وزنی تا 80 کیلو، حیدر سید اکبرزاده، رحمت الله فرهادوف زیر وزنی تا 90 کیلو، سید جمال علی مردانوف، شیرفکن سردارف و در وزنی بیش از 100 کیلو، عادل سفاروف و قدردین شویف و مرحله نهایی مسابقه راه یافتند و محض همین پهلوانان در این مسابقه سطح بانفوز نامبردار شهری دوشنبه خواهند بود. میانی بانوان در وزنهای 52، 70 و 87 کیلو اشتراکچیان مرحله نهایی مشخص شده همکنون رقابت ها را ادامه می دهند. خاطرستان می کنیم که مسابقه گوشتینگری برای دریافت جام پایتخت 2022 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه میانی پهلوانان منطقه دایر گردیده غالیبان را شاه جایزه ها و مبلغ های هنگفتی پولی منتظر است. هفته سپری شده در دایره تجلیلی روزی فوتبالی بانوانی کنفدراسیون فوتبالی آسیا در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه فستیوال فوتبال برای دختران از 6 تا 13 ساله گذرانیده شد که برای هر کدام اشتراکچی خاطرمان جالب پسی سر شد. بیش از 100 نفر زیر راهنمایی اینستروکتور اموی فوتبالی فدراسیون فوتبال کشور عادل کریموف بازی های گوناگون را از این رشته ورزش رقم یک سیاره انجام دادند. زیر موسیقی های فورام و برنامه‌ریزی جالب مربی و فضای سلوک ثبات کشوری محبوبمان دختران فرهمندی میکردند و آن عملها را با مهارت بلند اجرا میکردند. آزمون ها و فستیوال ها را در جای های دیگر هم رفته، اما خیلی می خواهیم که جای های اول را سزاوار شویم و بسیار همین جاها بر آمده بیاییم و جای های اول گردیم. ما می خواهیم که در این چنین فستیوال ها باشد و دوگانه های نو پیدا کرده با دوگانه های ما فستیوال را گذرانیم. اکثر اشتراکچیان فستیوال امروزه تربیت گیرندگان مکتب اینترنت رقم یک شهر دوشنبه بوده، امروز از روی طرح‌ریزی برنامه آنها را چند تن فوتبال باز بانوان منتخب کشور همراهی میکردند. فستیوال دخترانه IFC Women's Football Day نام دارد و این در این فستیوال زیاده از 100 نفر دختران شرکت می‌ورزند. مقصد برگزاری چون این فستیوال این پیش از همه جلب نمودن دختران به فوتبال می باشد تا که متوانیم بیشتر دختران را به فوتبال طریق فستیوال جلب کرده و دسته های مکملی در سن و سال های گوناگون در کشور تبدیل شویم. سال گذشته برای رشد فوتبال دخترانه در قلمرو کشور بارها چنین فستیوال ها دایر گردیده آنها را به سمت فوتبال جلب کرد. امسال هم در نظر است که بیش از 13 فستیوال گوناگون میانی دختران گذرانیده شود. برنامه را ادامه می دهیم. هفته گذشته در تالار مؤسسه دولتی مرکزی جمهوریوی تیاری المپی دسته های منتخب شهر دوشنبه بیش از 347 جوداکار نوراز از منطقه های گوناگون کشور از روی 8 وزن برای به دست آوردن اولین نشان های جام تلویزیونی ورزش عید به جودو میانی هم تلاش ورزیدند.
تفصیلات بیشتر در این خصوص. روزهای 7 و 8 مارت در تالاری مؤسسه دولتی مرکزی جمهوریوی تیاری المپی دسته‌های منتخب شهری دوشنبه اولین مراتبه جوداکاران نوروز برای به دست آوردن جام تلویزیونی ورزش میانی هم تلاش ورزیدند. ابتدا پیش از شروع رقابت‌ها در فضای تنتنوی مراسم کشاده‌شوی مسابقه صورت گرفت که در آن رهبریت مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش، نمایندگان از فدراسیون جودو کشور، کمیته کار با جوانان و ورزش مملکت و دیگر مهمانان از ساختار ورزشی کشور شرکت ورزیدند. با سخنرانی دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش پرویز نوریان مسابقه حسنی افتتاح یافت. در روز اول مسابقه 264 نوروز از روی 3 کاتگوری وزنی میانی هم سبقت کردند. جریان همه رقابت‌های روز اول مسابقه را تلویزیونی ورزش بیش از 13 ساعت به طور مستقیم منظوری تماشابینان گردانید. میانی جوداکارانی که زیر وزنی تا 50 کیلوگرم روی تاتامی مبارزه بردند، کسب به شهرت غفورزاده برابر شده نتوانست. این جوداکار نوروز در نخستین شرکتش در مسابقه جمهوریوی از درخشش خیش درک داد و نشان طلای مسابقه را به گردن آویخت. موصوف در دور نهایی با یک وزری و بوغی کردن حریف دست بالا شد. نشانهای برنجی را معروف سنگوف و شهرامی انور به دست آوردند. 81 جوداچی زیر وزنی تا 55 کیلوگرم برای به دست آوردن نشانهای فخری سبقت کردند. تنها با احسان سفرزاده، انوشیروان حمیدوف، پرویز خوجایف و توران احمدوف میسر شد که زینهای افتخاری را کسب کنند. نشان طلا را میان جوداکاران زیر وزنی تا 60 کیلوگرم محمد اقبال آخونزاده از ولایت سوخت صاحب گشت. هلال رحمانوف، محمد سفرخوجا و ادریس فتولا زاده با نشانهای نقره برنجی اکتفا کردند. در روز دویمی مسابقه جمهوریوی جوداکاران نوروز از روی 5 وزن میانی هم مبارزه بردند. زیر وزنی تا 66 کیلوگرم در دور نهایی موسی سعدالله و حمزه شریفوف به مسافی هم آمدند که در این رقابت موسی سعدالله توانست نشان طلای مسابقه را به گردن آویزد. رقابت های زیر وزنی تا 73 کیلوگرم میانی جوداکاران جایگزین دیدنی صورت گرفت. زیرا میانی آنها جوداکاری نوروز و با مهارت کشور امینجان عبدالجلیل زاده بار دیگر از درخشش خیش درک داده با شکست دادن همه حریفانش مظفریت به دست آورد. نشان نقره را یوسف جان عمروف صاحب شد و نشان های برنجی را ربانی امامو و عبدالقادر سید اکرموف صاحب شدند. 19 جوداکار برای به دست آوردن نشان های طلای وزنی تا 81 کیلوگرم دست به گریبان شدند. جهانگیر نوروف که در دور اول آزاد بود با سرافکنده نمودن 4 رقیبش سزاوار نشان طلای این وزن گردید. او در رقابت فینالی اسماعیل برهانوف را سرافکنده کرد. صفی الله لایقوف و بهاءالدین سلیمانوف دو مدال برنجی این وزن را صاحب شدند. چون هر وقت رقابت ها میانی سنگین وزن ها بسا جالب و دیدنی و تیز و تند جریان گرفت. طلبشاه کمبروف زیر وزنی تا 90 کیلو با شکست دادن 3 حریفش و دور نهایی راهش را هم بر ساخت و در این مرحله با نورالله اولیاقلوف روی تاتامی دست به گریبان شدند. در این رقابت طلبشاه مهارت بلند نشان داده دست بالا شد و ابو مسلم نعمتوف و فردوس بهادر میسر شد که با شکست دادن دو رقیب خود در مرحله تسلی بخش نشانه برنجی را به دست بیارند. در وزن بیش از 90 کیلوگرم باشد 7 جوداکار سنگین وزن برای تعیین نمودن پیراهه مظفریت با هم سبقت کردند. این پیراهه پرپیچ‌وتاب را تنها عبدالصمد جمعه‌زاده و اکبر شریف‌زاده تعیین کردند و در دور نهایی به مسافی هم آمدند. در این قوه آزمایی عبدالصمد جمعه‌زاده جوداکاری سوغدی ظفر یافت و برنده نشان طلای مسابقه گردید. مدال های برنجی را حسن عبدالرحمنوف و عثمان نرزاللایف صاحب شدند. با همین رقابت های اولی مسابقه تشکیل نموده مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش اید به جدا میانی نورسان انجام یافت و طبق ردبندی عمومی جمهوریوی جوداکارانی که مقام اول را کسب کردند 700 امتیاز، جای دویم 490 امتیاز و جایهای سیوم 350 امتیازی به دست آوردند. بینندگان گرامی، از شهر دوشنبه همکنون می رویم به چوربینی ورزشی جماعت دهاتی پلدارک نوحه مسجاه که بخشیده به جشن نوروزی عالم افروز برگزار شد. در این چوربینی نوروزی بیش از 300 پهلوان از منطقه گوناگون کشور و جمهوری به ما همسایه و همجوار ازبکستان شرکت ورزیدند. شهری بیشتر در ادامه.
هفته سپری شده ساکنان جماعت دهاتی پلدارک ناحیه مسجو جشن نوروز فرخنده پی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند که در نوروزگاه دهه شماره زیادی ساکنان و مهمانان را گرد آورد. نخست اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه مسجو حاضرین را به فرارسی جشن نوروز شد باش گفت و ارائه کرد که مردمی ما از قدیم الایام نوروز را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل میکردند. زیرا این جشنی که آغاز فصل زیبایی بهار و موسم شکوفتنهای و ابتدای کشتوکار است در دل خرد و بزرگ شادی و فرح می آورد. محض با دستگیری و تشبسکاری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عنوان بین المللی را کسب نمودن نوروز امروز چنین امکانیت ها را فراهم آورد که آن در تمام جهان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. با این چورابینی ایدانه اساساً ساکنان برای تماشای مهارت گوشتینگران سرجام آمده بودند. در مسابقه گوشتینی نوروزی که از روی نمودی گوشتینی کمربندی راه اندازی شد، بیش از 300 نفر پهلوانان از همه شهر و ناحیه های ولایت سوغد، شهر دوشنبه، ولایت خطلان و جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده با هنر و ملکه و پرتافتای زیبای خیش طبی هواداران را بالیده نمودند. ما بیش از 10 نفر به چورابینی نوروزی ساکنان ورزش دوستی ناحیه مسجاه از جمهوری ازبکستان آمدیم. در اینجا ما را خوب استقبال گرفتند. مسابقه میانی پهلوانان خوب و شبقاور گذشته ایستاده است. من شخصا از مهمان نوازی مردم ناحیه مسجاه خیلی سپاسگزارم. البته یکی از فضیلت های جشن نوروز این است که مردم را به هم متحد میگرداند. سرجمعی امروزه ما هم از این گفته ها منشأ میگیرد. امید دارم که پهلوانان کشوری ما هم در این مسابقه دست بالا میگردند. در این چورابینی ورزشی همچنین پهلوانان در نمودهای بندکشی و وزنه‌برداری هنری خیش را به نمایش گذاشتند. در فرجام بهترین های چورابینی ورزشی با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند. هفته سپری شده در شهر و ناحیه های ولایت خطلان یک قطار چورابینی های ورزشی گذرانیده شدند. تمامی دو روز بیش از 100 نورس در تالار معاصر و زیبای ناحیه دنغره به مسافی هم آمدند. در شهر کولاب باشد از رشته های گوناگون ورزش مسابقه های ورزشی برای دریافت جام رئیس ولایت خطلان با مرام جریان دارد. تفصیلات بیشتر در ادامه. مسابقه با دستگیری مقامات اجرائیه حکومت دولتی ناحیه دنغره با تشبسی مؤسسه دولتی مجمع ورزشی به افتخار روزی بانوان گذرانیده شد. بیش از 100 نفر از 9 جماعت شهرک و دهاتی ناحیه در تالار بشکوه مجمع ورزشی ناحیه به مسافی هم آمدند. اکثر اشتراکچیان مسابقه نورسان سال تولد 2007 و 2009 بوده، آنها در وزنهای 32 تا 65 و جمع 65 کیلوگرم میانی هم روی تاتامی برای به دست آوردن نشانهای فخری تلاش ورزیدند. هر کدام گوشتینگیر روی تاتامی کوشش به خرج میداد تا با اصول زیبا رقیبش را ناکام کند و به دور دیگری مسابقه راهش را هموار نماید. محی‌الدین فتحی‌دین در مسابقه امروزه در وزن خود همتا نداشت و با تکنیک بلندی ورزشی که داشت همه حریفانش را پشت سر کرد و تا به مرحله نهایی راه یافت. موصوف غیر از رشته گوشتین ملی از نازکی های رشته جدا نیز بهره‌ور است و اصول های این رشته ورزش را با تکنیک بلند انجام می‌دهد و تا امروز در همه گونه مسابقه های ناحیوی، شهری و ولایتی اشتراک کرده به گرفتن 28 مدال مشرف گردیده است. سه سال می شود که در مجموعه ورزشی ناحیه دنغره مشق و تمرین میکنم. در این مسابقه من 5 حریف خود را مغلوب کرده با دور فینالی را یافتم. در دور فینالی با حریف خود قوازمایی نموده سزاوار جای اول گشتم. مسابقه امروز هم در سطح خوبی آماده باشی صورت گرفته برای هر کدام اشتراکچی خاطرمون و جالب پسی سر شد. انجام چورابینی ورزشی با سپردن جایزه ها به بهترین های مسابقه خاتمه یافت و همکنون آنها به مسابقه ولایتی راه خط به دست آوردند. در انجام گزارش خشم و آمار انشاءات ورزشی ناحیه دنغره را پیشکش شما میگردانیم. در قلمرو ناحیه 102 انشاءات ورزشی از جمله 3 ورزشگاه، 105 میدانچه ورزشی، 29 تالار ورزشی، یک مجمعه ورزشی فعالیت میکنند که 30 مربی با 734 نفر ورزشکار رشته های گوناگون ورزش را تمرین میدهند.
هفته سپری شده با مقصد جلب کارمندان تشکیلات و اداره و مؤسسه های دولتی به مسابقه های ورزشی در مرکز شاهماد و میدانچه های ورزشی باغ فرهنگی فراغتی شهر کولاب برای دریافت جام رئیس ولایت ختلان دایر گردیدند. در دایره تدبیر مذکور در میدانچه فوتبال خرد باغ فرهنگی فراغتی شهر کولاب با اشتراک دسته های غیر کسبی از حساب کارمندان تشکیلات و اداره ها بازی فوتبال خرد برگزار شد. در این بازی دسته مرکزی تامینات به خطری آذوقواری در منطقه کولاب و بازرسی حفظ محیط زیست منطقه کولاب و مسافی همدیگر آمدند تا غالب را مشخص سازند. طور مسئولین ابراز می‌دارند اقدام مذکور به خاطری از اتاق‌های کاری به میدانچه و مرکزهای ورزشی دعوت نمودن کارمندان تشکیلات و اداره‌ها و نقشه گرفته شده همه‌روزه پس از ساعت‌های کاری راه‌اندازی گردیده استادند. بعد هر یک میدانداری دسته غالب به دور دیگر راه یافته، دسته مغلوب شده از حق اشتراک در مسابقه‌های بعدی محروم می‌شود. در مرکز شاهماد شهر باشد دیگر کارمندان تشکیلات و اداره ها از روی نمود ششکه و شاهماد رقابت ها را ادامه داده استادند. اطلاع داده شد که برگزاری چنین مسابقه ها با اصول محله به محله و بین کارمندان تشکیلات و اداره ها از جانب بخش های کار با جوانان و ورزش و این چنین مؤسسه های دولتی مکتب ورزشی در ولایت ختلان منتظم دوام سال ادامه یافته در جنبست دسته های غالب و دیگر جایزه داران با جام رئیس ولایت ختلان سرفراز می شوند. هم اکنون رسیدیم به بخش خبرریزی برنامه که شما را با اطلاع کوتاه و عکس و معلومات واقف می‌سازد. بیایید یک جای این بخش برنامه را پیگیری میکنیم. از سال 2017 این جانب همساله در شهر دوشنبه مسابقه کشادی ورزشی اوید به ولیبال کسبی و غیر کسبی بین بانوان وزارت و اداره ها و تشکیلات و مؤسسه ها برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به روز مادر گذرانیده می شود. امسال 35 دسته کسبی و غیر کسبی از شهر دوشنبه ولایت های سود و ختلان و بدخشان برای جام میانی هم مبارزه برده استادند. رقابت های دسته ها تا روز 19 مارس ادامه می یابند. هفته سپری شده در ناحیه دیوشتی تی ولایت سول بخشیده به جشن نوروز و یادبودی شادروان جسور سویرقلوف مسابقه کشادی ناحیوی اوید و جودا گذرانیده شد. در مسابقه ورزشکاران نوروز از همه جماعت و شهرکای ناحیه میانی هم سبقت کردند. هفته گذشته در ناحیه دنگره ولایت ختلان میانی دستپروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه تمرین های عموی پگاه روزی زیر شعار زیبایی توانایی و دانایی از ورزش است گذرانیده شدند. در این گونه تمرین ها غیر از ورزشکاران همچنین مربیان و ساکنان هم فعالانه شرکت میورزند. در ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان یک زمره چوربینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و مسابقه های ورزشی بین دختران و دسته های دخترانه برگزار شدند که در این همایش ها شماره زیادی ساکنان به هم آورده شدند. در مسابقه ولیبال میانی دختران در دبر نهایی تیم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 با حساب 3-2 مکتب اینترنت رقم 13 جماعت دیهات سریچشمه را شکست داد و غالب گردید. همچنین در فرجام نخست غالبان و جایزه داران مسابقه های ششکه و شاهماد و بعدن دسته های دخترانه ولیبال با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند. 12 مارس در ورزشگاه مرکزی ناحیه ظفرآباد با اشتراک دستپروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه تمرین های پگاه روزی گذرانیده شد. چنانچه اطلاع داده شد محض با برگزاری چنین تمرین های پگاه روزی اهالی ناحیه به طرز حیات سالم جلب کرده می شوند. دوستان گرامی، در همین جا به نشر نوبتی برنامه هفته ورزش نقطه میگذاریم. اگر از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور واقف شدن خواهید، پس هر هفته همین روز و همین ساعت پیگیری برنامه ما باشید. خیر، تا باز دید.